سلامت کردم رفقا، میدونی چی از تلف شکسته بدتره؟ از تلف شکسته بدتر فصل الخطاب شکسته است. قرار بود نامه خامنه تای برجامو ببنده و آش همدلی تو نظامو بار بذاره، اما فصل الخطابش دوغکی از کار در اومد و آش همدلی تگره. حالا دعوای دلواپس و دلارام که سهله، خود دلواپس هم افتادن به جون هم. مذاکره ای هم که در کشور ما انجام شد با 5+1 و با بیانیه و نامه مقام معظم رهبری به فصل الخطاب رسید. سروران من، عزیزان جوان، نور چشمی ها، همراه آقای ما، نه جلوتر نه عقبتر، مقام معظم رهبری برجام را به صورت مشروط با 9 ضمیمه موافقتشون رو اعلام کردن. ما بهتر از این چی میخواییم؟ ببینید این نامه کذایی چه آتیشی به عبای سیدعلی بافور انداخته که حالا خرچنگش باید بیاد تو روز روشن به نوچه های دلواپس نظام دهنه بزنه و بگه هوی مبادا یه وقت گز نکرده پاره کنید، به جای شلنگ تخته های علکی همون 9 تا تبصره‌ای که عزما گذاشته رو بچسبید و چارچشمی حواستون به عمامه ولایت باشه که تو جام زهره بعدی پریشون نشه. ولی این فقط در عرصه هسته‌ای است. ما و مذاکره با امریکا هرگز مبنا هم داره، امریکا در پی مذاکره نیست. منظورش اینه که آقا جون تا همینجاش هم به زور اومدیم، اگه قرار باشه بیشتر از اینا شل بیاین اون وقت دیگه باید مراسم گودبای پارتی با ولی رو برگزار کرد. حالا اینو داشته باشید تا بریم سراغ جدیدترین افاضات ممصادق لاریجانی ها. بالاخره اختلاف نظر فراوان بوده، گاهی هم طرفین از اعتدال بیرون رفتن، سخنانی گفتن که حق نبود، خصوصا گاهی منتقدین از حد معمول فراتر می رفتن، دولت را، رئیس دولت را، وزیر خارجه را، رئیس مجلس را به اموری متهم می کردن که انصافا بری بودند. منتقدین متهم شدند به مطالبی که حق نبوده. سید علی تحویل بگیر. خب وقتی علی لاریجانی ها رو دعوت میکنی بیتت، بعدم از همون در میدی فوشکاریش بکنن و سکه یه پولش کنن، خب همین میشه دیگه، داداشش قاطی میکنه اینجوری میزنه بیرون. خب درسته یارو سردشقیم توه، اما خود داداش کوچیکه علیشون هم هست دیگه، جای جاش از پشت داداشش در میاد. خب آمولی لاریجانی با اشاره به تلاش‌های مجلس شورای اسلامی در جریان مذاکرات گفت نقش رئیس مجلس در جریان مذاکرات و به عنوان سیاستمدار و صاحب نظری مطلع و آگاه به این مسائل بسیار مؤثر بود و پیش از آن نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کمک فراوانی برای پیشبرد این مذاکرات انجام داده بود. خلاصه کلام این که این فصل الخطاب شکسته نه تنها درزی از درزای عبای عظما رو رفو نکرد، بلکه زد باند خودشو هم آشولاش کرد. نتیجه این که اگه خامنه خفقون بگیره و سرشو بذاره بمیره بیشتر به نفع نظامشه. بعد میگم رفقا، قربون همگیتون تا یه شب دیگه و یه موشکاف دیگه.